دوستان گرامی درود بر شما امروز میخوام درباره برخی از واجه ها یا اصطلاحاتی صحبت بکنم که از نظر اجتماعی و سیاسی دارای اهمیت هستند در وهله نخست ممکنه که ما زمانی که به تفاوت این واژه‌ها ها در زبان مثلا فارسی و یا زبان انگلیسی و یا فرانسه نگاه میکنیم به جرفنای تفاوت معنایی و مفهومی اون توجه نکنیم بذارید برای آسان شدن درک موضوع از یک مثال بهره بگیرم میخوام سخن خودم رو آغاز بکنم با واژه شهروند همه ما به ویژه کسانی که در امریکا زندگانی میکنند با واژه شهروند آشنا هستند همچنین شهروندان بریتانیایی یا شهروندان فرانسوی ولی همین واژه در زبان فارسی میشود اتباع دولت ایران بس از همین جا شروع میشه یعنی کسانی که در آمریکا، فرانسه یا بریتانیا هستند اینها شهروندان هستند یعنی از حقوقی برخوردار هستند و دولت در واقع حاکم بر اینها به معنای اینکه تابع دولت باشند نیست اتباع دولت خارجی یا طبعه دولت خارجی یا دولت ایران این مفهوم و این فکر رو در پس زمینه خودش به همراه داره که شهروندان ایرانی یا ایرانیان درست تر بگیم می باید تابع دولت خود باشند به دلیل اینکه در طول تاریخ چنین بوده پدیده دموکراسی در ایران ما چیز بسیار تازه است در بهترین شرایط پادشاهان دادگر و منصف بودند در واقع در تاریخ ما حالا من در کشورهای دیگه صحبت نمیکنم ولی در تاریخ ایران ما اگر پادشاهی دادگر بوده و پادشاهی ستم نمیکرده این نهایت و قایت آمال و آرزوی مردم به شمار می رفته. مردم در واقع به عنوان شهروند شناخته نمی شدند. و حتی واژه شهروند نیست یک واژه نسبتا جدید و یک ترکیب جدید هست واژه برابر شهروند که شاید در زمانهایی به معنی شهرتاش به کار برده می شده نه به معنای امروزی شهروند یا سیتیزن هست بلکه به معنای کسانی که در شهر زندگی می کردند حالا ممکنه بگید که این چه اهمیتی داره نه من از آغاز این واژه رو میگیرم و دنبال اون واجه های دیگری رو مثال برای شما میارم که نشان بده ریشه اینکه مردم ما نه فقط هیئت حاکمه مردم ما با دموکراسی آشنا نیستند و برای قوانین احترام قائل نیستند از کجا ریشه و سرچشمه گیره یک واژه دیگری که در زبانهای انگلیسی و فرانسه هست و به معنای با تلفظ گوناگونی به کار برده میشه واژه آفیشال یا افیسیال در فارسی این واژه رسمی ترجمه شده در واقع درستم هست مثلا یک نامه رسمی یا یک انافیشال لیتر یک نامه رسمی هست ولی دقت کنید به اینکه هر کدام از این واژه ها مشروعیت خودشون رو از چه پس زمینه ای به دست آوردند وقتی که ما از نامه آفیشال از آفیس صحبت می کنیم از یک اتاق از یک دفتر صحبت می کنیم، از یک دیوان صحبت می کنیم یعنی که وقتی یک دادگاهی یک وزارتخانه ای یک اداره ای این نامه رو تعیین میکنه اون نامه معتبر شناخته میشه ولی همین واژه آفیشال یا آفیسیال در فارسی رسمی ترجمه شده و درست هم است ولی چرا به دلیل اینکه با سابقه تاریخی ایران آنچه که در ایران بیشتر مورد احترام مردم هست و توده های مردم رسم ها و رسوم هست نه قوانین به دلیل اینکه قوانین اغلب برخلاف میل و خواست ملت وضع شدند و این قوانینی که واضعان آن یا قانونگذاران آن توجهی به خواستها و رسبهای مردم نداشتند طبیعتا شکستنشان هم چندان از وچه کسی که قانون را زیر پا میگذارد نمیکاهد ما خودمون همه جا آشنا هستیم که خلاف قانون کار کردن آنقدر نکوهیده نیست ولی خلاف یک رسم پذیرفته شده در جامعه عمل کردن میتونه پیامدهای ناخوشایندی از نظر اجتماعی و یا دست کم دیدگاه مردم و اطرافیان به همراه داشته باشه و واضح هست به دلیل اینکه در کشورهایی مانند ایران و من البته در اینجا اون رو اجازه بدید که به ایران محدود بکنم قوانین بر پایه خواستها و رسم ها و سنت های طبیعی مردم وضع نمیشه در هر زمانی در بسیاری از زمان ها اینطور نبوده می بینید که در همین ایران امروز قوانینی هستند که با خواست های مردم مغایرت دارند و مرتب ما میبینیم که مردم به خاطر زیر پا گذاشتن این قوانین یا در مبارزه با حکومت هستند و یا اینکه جان خودشون را از دست میدن و یا به جریمه های سنگین و زندان های تورانی محکوم میشند یادم هست که سالهای پیش از این در کشور بریتانیا تحصیل می کردم دانشگاهی که در آنجا بودم در یک پارک جنگلی بزرگ ساخته شده بود و ساختمان های متعددی در آنجا قرار داشت از ساختمانی که من در آنجا کار می کردم تا کتابخانه مرکزی دانشگاه چند دقیقه راه بود البته پیاده و اغلب در محبته چمن دانشگاه راه سنگفرشی بود که به کتابخانه منتهی می شد و اغلب دانشجویان و یا افراد دیگم هم از همین راه استفاده می کردند. ولی زمانی که باران می گرفت که البته در بریتانیا بسیار هم رواج داره باران زیاد هست اغلب مردم اغلب کسانی که به دانشگاه ببخشید به کتابخانه می رفتند از روی چمن راه میان بر رو میزدند و میدویدند تا خیس نشند و خب بعد از مدتی این چمنها در واقع رفته بود و یک حالت ساییدگی پیدا شده بود در به خاطر عبور مردم از روی چمن کمی بعد مسئولان دانشگاه در همون مسیر یک سنگ فرش درست کردند و راهی رو درست کردند که اون راه میانبر رو در واقع به رسمیت شناختند با یکی از همیهنان ایرانی در این مورد گفتگو می کردم گفتم اگر در کشور ما بود به جای اینکه این کار بکنند دور این چمن ها نرده می کشیدند تا از روی اون رد نشن و واقعیت همینه زمانی که بر پای رسوم و باورهای پذیرفته شده در یک جامعه یک قانونی بنیاد نهاده بشه اون قانون محترم شمرده میشه ولی زمانی که برعکس اون باشه اون هرگز به رسمیت شناخته نمیشه و شکستن اون قانون هم هیچ پیامدی نه تنها از نظر حالا ممکنه که پیامدهایی از نظر قانونی داشته باشه ولی از نظر مردم یعنی از نظر اینکه در دیدگاه مردم اون زشت انگاشته بشه اساسا چنین چیزی به حساب نمیاد موضوع دیگری که میخوام به اون اشاره بکنم مسئله رشوه است رشوه گیری که خب با میدونیم همیشه باب بوده در ایران البته پیش از انقلاب به مراتب کمتر در حد بسیار بسیار کمتر و پس از انقلاب که اصلا ابعادی پیدا کرده که نمیشه صحبت کرد من اجازه بدید که در همون حد معمولی که قبلا بوده و یا در حدی که در جامعه در هر حال رواج داشته صحبت بکنم و اون واژه اینه که واژه‌ای رو که برای رشوه به کار میبرند واژه رشوه نیست کلمه حق و حساب هست همیشه می گفتن آقا حق و حساب ما چطور شد یا به فلانی باید حق و حساب داد. خب همین واژه حق و حساب نشان دهنده یک تفکر و اندیشه است یعنی طرف طرفی که رشوه میگیره اون رو حق خودش میدونه حسابی که باید به او داده بشه و حقی که از اون محروم شده و اکنون اون حق رو طلب میکنه خب حالا اینکه ما برگردیم و این ساختارها رو ببینیم به چه صورت بوده که چرا اون فردی که در اون مقام هست و میخواد که در واقع این مبلغ رو یا هر چیزی که هستش رشوه هستش خودش رو حق و حساب میدونه حق خودش میدونه اون یه بحث جداگانه ای رو میطلبه همچنین روابط خانوادگی رو در ایران نباید ما نوعش رو یعنی اشتباه بکنیم با آن چیزی که در غرب هست واجهی هست که در ایران بسیار رایج است و اون واژه ناموس هست ناموس پرستی یا ناموس من که اغلب به همسر یا مادر خواهر و یا نزدیکان و یا دختر مانند اون اطلاق میشه ولی خب میدونیم که این واژه ناموس از واژه یونانی نوموس هست به معنی قانون و در واقع جمع اون که به کار برده میشه در مواردی در متنهای ادبی ایران به کار برده شده مانند نوامیس طبیعت به همین معناست یعنی به معنای قانونهای طبیعت ولی در ایران میبینیم که این واژه ناموس نه معنای خودش رو به معنی قانون از دست داده یعنی با توجه به اون حس محافظت از افراد خانواده و یا حتی گاهی البته فراتر میره که تعصب نادرست نسبت به افراد خانواده واجهی که معنای قانون داشته یعنی واژه ناموس اومده و اطلاق شده به همسر یا فرزند یا مادر یا خواهر ممکنه که بعضی ها اشاره کنند که خب اینها مسائل مهمی نیست ولی تمام بحث من در اینجا اینه که هست یعنی ما اگر نگاه نکنیم و توجه نکنیم در نمیابیم که چرا جامعه ما موفق به دستیابی به یک حکومت آزاد و یا حکومت به نسب آزاد نشد؟ ما مشکلات جامعه خودمون رو زمانی میشناسیم که به ریشه های اون پی ببریم ریشه هایی که در داستانهای ما، در اسطوره‌های های ما در تاریخ ما و در زبان ما قرار داره و جای داره من در همین جا به سخن امروز بسنده می کنم و در برنامه های دیگه به مباحثی دیگر می پردازم. چنانچه از برنامه های کانال ما خوشتون اومده خواهش می کنم که اون رو لایک بکنید و همینطور سابسکرایب بشید تا شما جزو نخستین کسانی باشید که این برنامه ها رو دریافت می کنید در هر جایی تیک هستید روز و روزگار بر شما خوش